یه کارگاهی که میخوام انجام بدیم با هم که شناسایی ریسکای کسب و کار و مطالعه بافتار سازمانی. بذار من مطالعه بافتارم بنویسم. خب من در مورد کانتکست یا بافتار به شما گفتم عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، اجتماعی، محیط کسب و کار، عوامل قانونی و چیزهای دیگه که اینجا میبینید ما رو فرا گرفت. ما اینا رو باید شناسایی کنیم ببینیم در واقع چه چیزهایی در محیط ما هست که میتونه بر عمل کرده انرژی ما تاثیر بذاره. مثلا بذارید همین چند تایی که اینجا هست و من پاکش کنم که تقلب نکنیم، یه دونشو نگه داشتم. عوامل اقتصادی، اولین چیزی که داریم بررسی میکنم عوامل اقتصادیه. تیک اقتصادو میزنیم، اینا رو فرض کنیم نیست. موضوع اقتصادی چیه؟ نرخ بیکاری بالا در کشور. درست شد؟ در اون سازمانی یا برون سازمانی؟ برون سازمانی. یه موضوع اقتصادی دیگر هم بذاریم بگیم، تورم. اون نرخ بیکاری بالا رو بذاریم ورداریم، چون یه ذره بعد رفت به انرژی هم داشته باشه دیگه. من تورم رو نوشتم. خب دیگه موضوعات اقتصادی که میتونه بر انرژی تاثیر بذاره چه چیزایی مثلا میتونه بشه؟ تحریم. بله. او سیاسی میشه خورده. ابنت. من تیک سیاسی رو میزنم. تیک سیاسی تحریم. حالا من اشتباهی حالا اومدم تیک اقتصادی زدم. ایراد داره؟ نه. اصلش اینه که تحریم رو شناسایی بکنم، تورم رو شناسایی بکنم. گاهی اوقات بعضی از اینا ممکنه هم سیاسی باشن هم اجتماعی باشن. اینم هست. چرا این ستونای اقتصادی سیاسی اینا رو گذاشتیم؟ من اینکه بهمون آدرس بده، کمکمون بکنه برای اینکه بهتر بتونیم شناسایی کنیم. مثلا من الان داشتم فکر می... آه نه آوردم، مثلا فناوری و تکنولوژی هم بگم که دیگه خوشبختانه اینجا هست. خب بگید آقا یه دو سه مورد بگید. ناراضی بودن پرسنل از مشروع چی؟ ناراضی بودن پرسنل مثلا. آره این میشه مثلا فرض کنید مدیریتی، جز مباحث مدیریتی میشه. نارضایتی کارکنان، این بیرونی بود این درونی. درست. حالا این پیامدش هم استثنا بنویسیم. تورم چجوری تاثیر میذاره بر عملکرد انرژی شو؟ اصلا دشوار شدن خریداری تجهیزات، در واقع تجهیزاتی که از نظر مصرف انرژی توی در واقع افیشنسی کارهای مناسبه. پس دشواری خرید تجهیزات، تجهیزات با دشواری یعنی در دسترس نیست، گران. هر دوش میتونه باشه، چون تحریم رو میتونه به دشواری بذاری. آره یا گرانی بنویسیم، گران بودنه. آره نکنید هر چقدری که بتونه به شما کمک کنه دید بهتری نسبت به مدیریت انرژیتون پیدا کنه. خب اینجا ما نمیتونیم متر بدیم بگیم چقدر عمیق شو یا چقدر کلی حرف بزن، ولی نیا کن اثر این تورم رو باید ببینیم. گران بودن خرید تجهیزات با کارایی انرژی بالا ما رو مجبور میکنه بریم خرید کنیم. از آیا فقط یه همین اثر داشته باشه؟ داره. نه، ممکنه اثرات دیگه هم داشته باشه. تورم رو در بر بگیر. تحریم، در دسترس نبودن تکنولوژی های بروز دنیا مثلا. درسته؟ یا دشواری نقل و انتقالات مالی. این هم از جسته. نارضایتی کارکنان، عدم توجه به نقص و نمیدونم تجهیزات و عدم حساسیت و توجه در نگهداری و مراقبت از تجهیزات به طبیعتا یعنی بالا رفتن مصرف انرژی و اینا. خب دیگه بقیهش رو نمیدونم، بعد سرخط رو الان دست شما دادم دیگه. درسته؟ خب یاد بگیریم
کانتکست رو که میخوایم مطالعه کنیم یا بافتار رو مطالعه کنیم چی کار باید بکنیم. خب نخواهید یه اتفاق میفته و بسیار از جا مدیریت استراتژیک دارن میان تو مدیریت استراتژیک عوامل درونی بیرونی رو مطالعه میکنن، بعد یادشون میره به ریسک ها و فرصت ها ربطش بدن. ما اینجا در ادامه به ریسک ها و فرصت ها هم ربطش خواهیم داد. حالا من اینا رو حذفش میکنم فعلا چون خودش دو سه تا کارگاه استاد ما طبق 2001 شناخت بافت سازمان. بله. چیزی که داریم خب همون استرلرسی استرلرسی رو تیرم. بله دقیقا. بنابراین دو تا خورده، یکیش نقطه ضعف و قوت، یکیش تحلیل‌ها و فرصت. بله. ولی اصلا سمر نکرده، ابی نداره. این یه متده، نمیشه گفت متد شما غلط، متد من درست یا برعکس. استاندارد در مورد متد حرف نمیزنه، میگه عوامل درونی بیرونی شناسایی کن، چه روشی هر دل روش که دلت خواست. این روشی بود که من طراحی کردم. خب برای اینکه بتونید در ادامه ریسک ها و فرصت ها هم ببینید، نکته ای که تو استبلیوتی باقی میمونه توی 9001 تو اینه که عوامل درونی، نقاط ضعف و قوت، نمیدونم فرصت ها و تهدیدها رو که شناسایی کردید، ریسک ها و فرصت هاش هم باید ببینید. خوش آمدید. خیلی خوش بختیم. این از این. حالا پیشنهاد من اینه. خوش بختیم. یا کردم نوشتم زمان زیادی داشتم اینجوری میگم که یه حجم زیادی و تعداد زیاد زیادی ریسک و فرصت در من پیامدهای مختلف واسه شون نوشتیم، همه اینا رو تحلیل کردیم که باز جا داشت و با معنیم جا آره؟ داره ریسک و فرصت همیشه اینجوری بگم که خروجی اون داره. این اتفاق این بود که یک صفحه آسه فکر کنم 30-35 دلیفه با فونت بسیار ریز با زور توی محاسه من تونستم درش کنم. این که این چیزی که شما میفرم تو بحث موضوع بافتار اگه بخوام ریز بشین خیلی خب نکته ای که میخوام بگم اینه موارد اصلی رو فراموش نکنیم. موارد اصلی و کلیدی در حوزه مدیریت انرژی دیگه انتظار میره تو اینجا دیده باشه. مثلا فرض کنید تو حوزه تکنولوژی، خب تیک تکنولوژی رو بزنیم اینجا، یا هم فناوری. خب مثلا تغییر تکنولوژی تولید سیمان در دنیا، مثلا تکنولوژی جدید اومده، خب اینو باید ببینیم. این چیزی نیست که از دست ما در بره، چون میزان مصرف انرژی متأثر داره، حالا بحثای کیفیتی داره، بحثای ایمنی داره، بحثای زیست محیطی داره، رو سر جا خودش. چیز هایلایت و کلیدی رو از دستمون دردن. من الان چیزی میخوام بگم اینه، تو این کارگاه در حد 20 مورد در واقع پیامد شناسایی بکنیم. حالا پیامدها رو خواهم گفت در ادامه در بندهای بعدی، ما میشه ریسک ها و فرصت هایی بکنیم. مثبت هم سعی کنیم ببینیم بعضی چیز. البته مثبت ها رو اینجا میتونیم بنویسیم. ما مثلا تغییر تکنولوژی در واسیما دنیا میتونیم بگیم امکانه، نوسازی زیرساخت های تولیدی شرکت آیا میشه یا نمیشه رو فعلا کاری نداره، ولی امکانش وجود داره که ما بتونیم تغییر تکنولوژی بدیم که بتونیم در واقع با افیشنسی بالا در واقع تجهیزاتمون کار بکنیم. پس این خودش این نکته ایجاد بازار جدید، ایجاد بازارهای جدید، سیمان جدید. خب ما فعلا با دید انرژی داریم نگاه میکنیم، چون دیده انرژی درست میگید. اگه IMS بود انرژی هم کنارش بود درست، هوا شما بود، حالا ایرادی هم نداره اگه اونا هم نگاه کنیم، ولی فعلا میخوام یه ذره دیدمون محدود به انرژی بکنیم، ببینیم در واقع چه اتفاقاتی خواهد افتاد. این از این. میخواید ترسیمش کنید بیزمت توی فایل سایز، توی کاغذ آ4، عوامل اقتصادی سیاسی، آیا به اینا میشه چیزی اضافه کرد؟ بله حتما میشه. ممکن شما بگید آقا عوامل جغرافیایی رو میخوام اضافه کنم، عوامل ایکس رو میخوام اضافه کنم، یاد نداره. این داره به ما سرخط میده، داره فرمان میده که به چه موضوعاتی، چه دستبندی هایی میتونیم توجه کنیم. ترسیم میگوید بی زحمت بر خودتون، چون اگه اینترنت داشتم اینو میذاشتم تو گروه که جلو چشتون باشه راحت بتونید ببینید، ولی فعلا این امکانش نیست. نه بذارید من حالا ببینم به
در گوشیتون میخواید وارد بشید در اینترنت خب گوشی به گوشی نه نه به لپتاپ میخوام وصل شم مگه لپتاپ شما وصل نیست داره نه به اینترنت وصل نیست خب مثلا گروه هم به این دلیل گفتم ایجاد کنید که من اینجا فایل ها رو بذارم شما هم داشته باشید بعدن هم بتونید بر خودتون استفاده کنید حرفا یه دیدی پیدا میکنید اینجا فایل هاش هم داشته باشید بعد ها دو ماه دیگه پنج ماه دیگه یک سال دیگه بتونید به درتون بخوره بروزر رو خب اینجا اصلا اینترنت ندارم کروم من کجاست رو نیستش اینجا همون که اینترنت داشته باشم فیلتر شکنم هم که وصل نیست تا جایی که نه بس وای فای اسمش چیه؟ یه گری بیت آه این اومد لاگین اومد صادقی صادقی 22 همین شب هم میتونم وصل هم بینی؟ بله البته اگه هایج میشه جزیده هجمش؟ یه مگه؟ بذاری من اولین کاری که میکنم باید برم چیه ویندوز رو ببندم ویندوز خودش برای خودش آپدیت میکنه و کلی هم مصرف میکنه فایل اینو من بذارم توی در واقع واتساپ دیگه درسته تو واتساپ هم میذارم که شما ما توی فرم ریسکام ها صورت خب یه قاطی نشده با هم ما با فسازمانیمون یه فرم نداره ایراد نداره نکته ای که هست حالا من بهش میرسم هنوز نرسیدم به اونجا استانداردی الزامی داره میگه عوامل درونی بیرونی همون کانتکست بافتار شناسایی کرد ریسک ها فرصتش هم باید ببینید این دوتا رو باید به هم ربط هم بدید اونو نمیدونم یادم نمیاد شما چجوری انجام داده بودید ولی اینجا ما آوردیم هم گذاشتیم کنارم حالا یه کارگاه دیگه هم حالا جز کارگاهمون نیست نمونه فایلایی که بهتون نشون میدم مثلا در مورد ذی‌نفعان هم همین کارو کردم ذی‌نفعان چی میخوان ریسک ها فرصتش چیه میذارم براتون که شما داشته باشید بازم تاکید میکنم اینا یه متد ها این استاندارد نمیگه اینجوری انجام بدید استاندارد میگه این کار رو انجام بدید چه جوری هر جوری خودت بدید متد رو بروکر آره میشه جز طراحی سیستم دیگه تو طراحی سیستم من تصمیم گرفتم اینجوری باشه خب مثلا شاید دو سال پیش یه جوری دیگه انجام میدادم چرا کند کار میکنه لپتاپ خیلی کند شدی اجتماعیش هم برداشتن واتساپ هم که برنامه به شدت مزخرف حیف تلگرام حیف تلگرام که آقای بیژن قاسم زاده ما رو محروم کرد خودش میره تایلند و خودش میره عشق و حال و تلگرام خیلی خوب بود خیلی اصلا بی نظیر بود برای
من داره جون میکنه تا واتساپ بیاد بالا. واتساپ که بسته نیست. صفر درصد هنوز. بلش کنم از همون روش های سنتی خودمون. اما شما فایل از رو خودش بنویسید فکر کنم راحت تر انجام بشه. خب بی‌زحمت ترسیم می‌کنه دیگه، چاره نیست. یه جوری بنویسید که تا دو سوم عرض ورقتون رو بگیره، چون چند تا چیز دیگه هم بعداً باید اضافه کنید. مصفت اتاق رو من کلیدش رو برداشتم از روش پیش منه، کسی دیگه هم زارن تو اگه بیان ساعت 7 بزن. آه چی؟ خب چی میشه؟ نه 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 عوامل درونی بیرونی آخه میگه بخواه تورم. تورم فقط بد نیست ها، برای بعضی بیزنس ها خیلی خوب هم شاید باشه اصلا. بگه ما یه پدیده ای اسم تورم باشه، یه پدیده ای به اسم بیکاری وجود داره، یه پدیده ای به اسم خشکسالی مثلا وجود داره. این ممکنه آثار خوب یا آثار بد داشته باشه از خودش. تغییرات مدیران در ادارات دولتی داریم. الان کمبود آب انرژی سازی کمبود آب مستقیم الان دارم نگاه میکنم به انرژی ربط نداره، ولی ممکن از یه زاویه این آره دقیقا ممکن از یه زاویه نگاه کنیم به محیط زیست به انرژی ربط داشته باشه، ولی نه اگه ربط نداره کاری نداره که ربط موضوع که ربط داشته باشه. فعلا بله منتها یه جوری بنویسید که 20 تا پیامد بتونه شناسایی بشه دیگه.
آره اینا رو مال نوشتی رد نداره، مشکل نیست. مثلا ممکنه برای نارضایتی کارکنان دو سه تا در واقع پیامد داشته باشه، برای تحریم دو سه تا، مثلا برای تورم دو سه تا، ایراد نداره. این زرد ما 20 تا بشه دیگه. فکر کنم یه ربع زمان کافی باشه دیگه، تا دو ربع رو این کار بکنم. شما مطالعه بافتا رو در مورد سیمان بدانیم این چیزی مطالعه بافتا رو میبشیم. خب موضوع شدن که نشبت سیمان رو بزنیم یا هر چیزی من این رو توضیح دادم بخواه. آره گفتم این شرکت شما در چه محیطی هستش، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، عوامل اجتماعی و تأثیرش رو مصرف انرژی، موضوعات انرژی. مثلا فرض کنید، گفتم شما مثلا فرض کنید توی منطقه هستی گرم و خشک، این رو میزان مصرف انرژی تاثیر مثبت داره یا تاثیر منفی داره؟ چون گرم و خشک بودن هوا رو نمیتونی تغییر بدی، عوامل جغرافیایی دیگه. یا مثلا گفتم عوامل فرهنگی، ممکنه پرسنلی که تو اینجا هستن از یه فرهنگی دارن میان به صرفه‌جویی، اینا خیلی حساسن، فرهنگ صرفه‌جویی تو منطقه وجود داره، خب این میتونه کمکتون بکنه برای اینکه مثلا برای مثلا چی می‌نویسید؟ می‌نویسید فرهنگ صرفه‌جویی وجوده، فرهنگ صرفه‌جویی ببخشید وجوده، فرهنگ صرفه‌جویی در مردم منطقه. خب شما تقریبا استخدامتون رو از اینجا انجام میدید دیگه، این یه عامل بیرونیه و از جنس فرهنگه. خب مثلا میتونیم بگید در واقع تسهیل در واقع اجرای صرفه‌جویی مصرف انرژی در سازمان کمک میکنه راحت‌تر این کار رو انجام بدید. جانه سلام و متشکرم از بازم. نه من به تهران نمیام، من میمونم در خدمت هم رسی خودت رو مرسی.
زیر ساختی دستگاه هامون چجوریه؟ قدیمیه؟ جدیدن؟ تجهیزاتمون چجوریه؟ درسته که تقریبا صد درصد کارخانه سیمان کشور این مقدار پتانسیل گرمایی قابلیت بازگشت و تبدیل انرژی برق این تقریبا داره هدر میره و درسته. خودش هم با مصرف بیبرده آب این حل انرژی داره از بین میره. بله اینو چجوری بنویسی منظور تو اینه؟ آره اینو مثلا اینجوری بیاریمش. حالا میگم اینو بحث زیر ساختی فرسودگیه تجهیزات همین این تکنولوژی میخواد که بتونن شرکت سیمان از این یه لحظه الان میبینم. خب پیامد فرسودگی تجهیزات چیه؟ بالا رفتن مصرف انرژی. امکان بازیافت حرارت در واقع هدر رفته یه همچی چیزی. خب دیگه چی میتونه بنویسه؟ چیزی که مد نظر شما بود همینه؟ شما گفتید تولید برق میتونید بکنید. امکانه تولید برق اینا میشه چی؟ گفتم اینا تیکاش نزه مثبت میشه دیگه. فرسودگی بودن فرسوده بودن تجهیز یه معضله، ولی فقط هم معضل نیست، میشه از زاویه دیگه هم در بهش نگاه کرد. میشه حرارتشو بازیابی کرد، اکونومایزر استفاده کرد. یه در حالت ایدئالش اینه ما بازسازی اساسی بکنیم یا تجهیزات رو جایگزین کنیم، اونم یه راهکار دیگه است. در مثال جا خودتون چی فکر بکنیم؟ در سازمان بله هیچ چیزی نیست که بگید خارج از کنترل منه 5 میلیون نفر مثلا برش موثرن. نه خودتون هستی حالی تهش هم یه با سیمان تأمین هم باید یه مشورت رو به تهش دیگه اینه بس. درون سازمانی یعنی چی؟ یعنی تحت کنترل منه، من میتونم انجام بدم یا ندم، ولی اینکه مردم منطقه نسبت به انرژی یا سروجی حساسیت دارن یا نه تحت کنترل من نیست، مال مردم منطقه است. که خشک سالی هست، اینکه اینجا گرم و خشکه، اینکه چه میدونم وضع مالی مردم اینجا خوبه یا وضع مالی مردم بده تحت کنترل من نیستش. میشه برون ساز من ابی نداره، ما داریم تمرین میکنیم 9001 نباشه دیگه، ما داریم تمرین هم چیزی که به ذهنم میرسه. ولی خوبیش اینه انرژی تعدادش محدوده، 9001 ماشاءالله ته نداره، 9001 تعدادش محدود تره. خب آیا محصر برای انرژی هست یا نه؟ خب بمیسی موقعیت جو کنم نه که من گفتم که یه سوزون هم مثلا اضافه کنیم بمیسی جو کنم که میدونی منظورشون تو کنم چیه کنم که نزدیکی به مرکز و استانهای همجواب میگم اونم نوعیتاریه بزنیم بزنیم ببینم کدومش میتونه باشه. یه چیز جغرافیه اضافه کنید. قرآن مجید نیست، یعنی میشه خیلی چیزا بهش اضافه کرد برای اینکه بهتر بشه. جغرافیه دور بودن از پایتخت، مثلا نزدیک نبودن به دریا، مثلا ممکنه حالا این تو کانتکستتون نمی گنجه، یعنی تو اسکوپتون نمی گنجه، مثلا اگه حمل و نقل براتون
تو حوزه کار شما بود، مثلا اگه اینجا قطار نزدیک در بود، هزینه های انرژیتون یا میزان مصرف انرژیتون میتونست خیلی اقتصادی تر بشه، اگه کنار دریا بودید مثلا. مثلا بعضی از سیمانسازا که در واقع کلینکر خودشون رو صادر میکنن به عراق، کنار ریل آهنن مثل درود، همونجا بار میزنن و میره دیگه. بحث مصارف انرژی و ایناشون هم کم تر میشه. میگم البته میگم تو اسکوپتون نمیگن، تو اسکوپ شما نیست، تو اسکوپ اونا هم نیست، البته خارج از اسکوپ شما. ولی فرض کنیم اگه لوجستیک و حمل و نقل هم جزء مسئولیتاشون بود، اون میتونست یه موضوع بافتاری مهم باشه برای شرکت. مثلا کلینکر رو بگم مثلا دارن تا آسیان کنن، بیشتر فروش کلینکر داشت میشن به خاطر آسون بودن حمل و نقلش که باید حمل و نقل میکنن دیگه، مثلا نه انرژی مصرف کنن حالا آسیانش کنن نمیدونم ذخیره سازی شده. مثلا فرض همین که نکته رو شما چجوری میتونید بنویسید، همین رو مثلا صادرات کلینکر یه موضوع دیگه. خب خود این باعث میشه کاهش مصرف انرژی برای خوردایش کلینکر یا آسیاب کلینکر دیگه، مصرف انرژی کلینکر. ظاهر قضیه صادرات ها، موضوع ظاهرا صادرات ولی تاثیر انرژی داره میذاره. یا مثلا فرض کنید شما یه شرکتی بودید کلینکر تولید نمی کردید، کلینکر رو می خریدید، خودش می تونید در واقع تو مصرف انرژی کل اصلا مصرف انرژی اونجاست دیگه. من هدفم این نیست که تو این جلسه همه یه در واقع کانتکست رو، ولی یاد بگیریم کانتکست رو چجور شناسایی بکنیم. هدف این کار باید کانتکست از این زاویه ها می شه نگاه کرد به یه پدیده از زاویه مختلف نگاه بکنیم. مهم تو اینک ما اینک انرژیه، با دید انرژی بهش نگاه میکنید. این هم سازمانی باشه، در سازمانی مصرف چی؟ صادرات کلینکر؟ بذار اینجوری بنویسم، پتانسیل صادرات کلینکر، این دیگه میشه برون سازمانی دقیقا، حالا بیرون سازمانی. خب ما خودمون کارگاه رو به یه مدت یه شخمی هم زدیم با هم، خوب بود اتفاقا. این سوال جواب خوبه. کینکر فاکتور خب تأثیرش رو انرژی اوکی میتونه باشه. بله گاهی اوقات، گاهی اوقات ممکنه تو بعضی از صنایع امکان سویچ کردن از یک سوخت به یک سوخت دیگه وجود داره، این فرصت هاست دیگه. مثلا فرض کنید ممکنه ارزش حرارتی در واقع بیشتری داشته باشه، شما با همون مقدار پولی که دارید میدید بتونید حرارت بیشتری تولید کنید، انرژی بیشتری تولید بکنید و طبیعتا سیمان یا کلینکر بیشتری رو بتونید تولید بکنید. یا افزودنی ها، مثلا گاهی قاد با یه افزودنی شما حجم تولید سیمانتون رو ببرید بالاتر، بدونید که میزان مصرف انرژیتون رو افزایش بدید. بخصوصا اون سیمانای چی میگم بهش، میکس میگن، آمیخته، آره اون از این جنس میکس میگن، آمیخته انگلیسیش مرکب، آره مرکب، یاد آره مرکب، سیمان مرکب، اینا اینطوری هم دیگه. مثلا خود سویچ کردن از سیمان های تیپ به سمت سیمان های آمیخته تاثیر به مصرف انرژی داره. حالا بماند که پول هم در میارید، پول بیشتری هم در میارید، روی کرد انرژیه. شما 2000 سیستمتون رو دست نزدید، سیستم انرژیتون رو دست زدید، پمپ رو دست زدید، دستگاه رو، کوره رو دست زدید، پریتر رو دست زدید، هیچ رو دست نزدید، ولی تصمیم گرفتی آقا میزان تولید در واقع سیمان مرکب ببری بالا، خود بود انرژی داره برای خودش، یعنی میتونید تو سیستم مدیریت انرژیتون ادعا بکنید یه حرکت، یه اکشن پلن، یه طرح. خب چی نوشته مهندس؟ دونه دونه بریم یکی دو تا رو بجز این چیزی که گفته شد اضافه بر سازمان چی نوشته؟ ارتفاع از سطح دریا، بذاریم من ببینیم ارتفاع از سطح دریا.
خب که میشه برون سازمانی، جغرافیایی هم هست دیگه، درسته؟ عامل جغرافیاییش هم تیک بزنم من. خب بفهمید چه تأثیر داره؟ من حالا سوالی بود برای خودم که بپرسم از دوستان تولید، که چون توی آسیابا استاندارده که مثلا توی ارتفاع خاصی کار بکنه آسیابا، من خواستم بپرسم که توی فردایش تنها هر چند ارتفاع بره بالاتر فشار کمتر میشه، باز میشه با فند قوزت بیشتر کار، یعنی انرژی بیشتر نداره، ولی هر چند در سطح دریا باشه افزایش مصرف انرژی. اینجا 1500 متره. مثلا شاید اگه بشه 500 متر شاید یه آ درصدی، یه اپسیلون درصدی، حالا نمیدونم. کمتر بشه. خب دیگه چی نوشتین؟ خب شما مهندس. من در مورد هوای فشرده نوشتم، استفاده غیر بهینه از هوای فشرده. استفاده بهینه از هوای علمی غیر بهینه، استفاده غیر بهینه از هوای فشرده. بذار اینجوری ببینیم. انرژی داره. تو کانتکس ما اینقدر ریز نمیشیم، کلیات رو میبینیم. خب بعد بگیم مثلا فرض کنید استفاده از چی؟ ما یک مثلا تاثیرگذار که سیما هر دن همراه شده بالاست که حلقات بیادرش بسید حلقا میشه. آره. خب به چی میتونیم بمیسیم جمله رو جمله که مهندس گفت و کلن بزنیم هوای فشرده وقتی پیامدهاش استفاده حالا یه به این مدر بینیش اون موقع بینیم چون پیامده بود پیامدهشی که نمیشن بالا رفتن اینجوری بنویسیم. اینجوری وجود سیستم های برای تولید یوتیلیتی های مختلف، یکیش هوای فشرده است. خب حالا یه ذره جنرال کردم توی ستون در واقع مطالعه بافتار دیگه خیلی جزئی نمی‌نویسم، میگم آقا ما خوشبختانه این امکان رو داریم که یوتیلیتی های مختلف رو خودم تولید کنم، بخار می‌خوایم، نمی‌دونم هوای فشرده می‌خوایم، حالا هر چیز دیگه. حالا این میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، کمون توی کانسیکوئنس یا پیامدا می‌خوام بنویسم. اینجا میتونیم اشاره کنیم که استفاده غیر بهینه از هوای فشرده پیامدش که اون نیست. خب یه اسلش با خب تقریبا تو تمام اینا یه ترجیحاً داریم، یا بالا میره مصرف انرژی یا کاهش پیدا میکنه دیگه، یا قیمت چی میگه قیمت تموم شده میره بالا، تقریبا یه همچی چیزی رو میشه گفت ثابت ما توی پیامد داریم. پس استفاده غیر بهینه از هوای فشرده بالا رفتن مصرف انرژی، بالا رفتن مصرف انرژی خودش مثلا بازم میشه سه چهار تا چیز دیگه نوشته، مثلا قیمت تموم شده محصول میره بالا و به همین ترتیب چیزای دیگه. خب شما تغییر تکنولوژی تجهیزات مثلا تو همین شرکت ما یک تغییر بود پیشنهاد شد بود و رد شد، اینکه مثلا فنهای شیشگانه کولر ما به جایی که چیز باشن واسه شون درایر بخن سافت استارت رو بگیرن، الان چه بودی هم الان خود هم مثلا سه استارت میشن درایر رو بگیرن مثلا چی میگن؟ نه میتونم اینجوری بنویسیم تغییرشون کنم به اف سی، یعنی تغییر تجهیزات، یعنی بالا بردن فناوری، تغییر فناوری تجهیزات مصرف کننده بالای و انرژی مصرف کننده بالا، یعنی چی شبیه این بالا تکنولوژی چی بفهمید دوباره؟ مثلا موتورهای وجود دارن انرژی بیشتری مصرف نسبت به اون با تجربه فرایندی که دارن. آره الان من روی توضیح از این فنگی بدنم 6 تا فنگ کنیم با دور ثابت استارت میشن، فقط با دمپری که تو مسیرش هست گریه جریان رو تغییر میدن. خب این فرقی نمی کنه واسه سیستم، یک سره دارن یک مقدار انرژی بسیار زیادی مصرف میکنن. خب ولی تو
فرایند نیاز هست که فیلترینگ فلوی فنا کم و زیاد بشه. اگه به صورت FC یعنی با دور متغیر باشن، یک سره به جایی که دمپر فنا تغییر بدیم با همون مقدار میزان انرژی خود تجهیزات برقی بگیرن برای موتور که موتور به اون شکل استارت بشه، FC بشه، این مصرف انرژی خیلی کاهش بده. خب چون این هم هم گفتید با یه جمله بگید من اینجا بنویسم دیگه، تغییره تکنولوژی مصرف کننده های بالای انرژی. اینجوری بنویسیم، ببینید آقا وجود فناوری های نوین با مصرف پایین انرژی الان وجود داره، حالا شاید من استفاده بکنم شاید استفاده نکنم، ولی این وجود داره، وجوده فناوری های با مصرف پایین انرژی. مثلا حالا اینجا میتونیم بگید فرض منظور من توی سیستم کور است، توی سیستم پریتره، توی سیستم مثلا پمپه، توی آسیابه، توی سنگ شکنه. اگه به طور خاص چیز خاص اینجا مد نظرتون هست میتونی اینجا اشاره بکنم، مثلا بگی در کوره مثلا میگم ها، یا نه اگه چیز خاص خاصی مد نظر شما چیز خاصی رو داشتین میگفتید کجا بود؟ کولر. پس به جای کوره مینویسم کولر، یا هم چیزی وجود داره. خب بفرمایید. کاهش مصرف انرژی. بعد یه چیزی، هزینه های سرمایه گذاری برای در واقع تأمین و در واقع ساختش یا چی میگن بازسازی یا ارتقاء بازسازی سیستم منفی هم داره دیگه، برای پول میخواد چنین کاری. درسته دیگه، دیگه شرکت های کلیکان دیگه که مطرح جهان مخصوصا که اونها دارن میرن به سمت رفتن، به سمت استفاده از سیستم های جایگزین. آها، فقط صحبتی شده سیستم های فاست. از چه سوختی استفاده میکنن؟ زباله. آها زباله، ضایعات دستی. هر چیز هست که قابلیت اشتغال داشته، مواردی هم بوده دوستانمون رفته بودن بازی کرده بودن یه آلمان، شرکت های دیگه داشت که 100% سوی که مصرفشون جای بزید. اون چیز تحریک ما نشون دادم زباله. آره دیدم. آره برای بخارا و تبدیل به انرژی برق تبدیل به انرژی میکنه اونو یا مستقیم خودش استفاده میشه؟ مصرف گاز صنایع ایران سیمان دومی مصرف کننده، مصرف کننده برق صنایع هم صنعت سیمانه. تو بحث برق که از بین خدمتتون یه حجم زیادی از گازهایی که تو سیستم انقلاب میبینیم تو سیستم توپوری میاد ما نیاز پیدا نمیکنیم بهشون، مجبور میشیم پرتش میکنیم، یعنی خارجش کنیم از سیستم، برای اینکه خارج از کنیم از سیستم عمورشون بدیم باید از لیست تجهیزات رنگ عبور میکنن که تحمل اون دما رو ندارن. درسته، با اسپری آب اونها رو خنک میکنیم. توی سیستم های اروپایی پیشرفته کشورهای پیشرفته جهان از این انرژی ها استفاده میکنن. مورد قبلی بود تو بحث دوم هم بحث سوخت های جایگزینه. الان سوخت اصلی ما گازه، بحث توی فصل های خاص مازوته. بله، ولی در صورتی که گاز واسه ما یه سوخت بسیار ارزونه برای کشورهای اروپایی هم که داره پیشرفته و دستی زیرش ندارن و مثلا سیاسی بشن. الحمدلله که الان هم با داستان اوکراین و اینا که دقیقا این کار رو میکنن که سوخت های جای بودین عوضش زباله وارد میکنن. بله، سوئد رو من شنیده بودم یه نمونش بود. نکنه من نوشتم سوخت های جایگزین در صنعت سیمان، یا وجود سوخت های جایگزین در صنعت سیمان، یا توسعه سوخت‌های جایگزین در صنعت سیمان. یعنی اتفاقی داره میفته تو محیط من، حالا شاید من بتونم استفاده کنم یا نتونم استفاده کنم، ولی وجود که داره. یا یه موضوع دیگه می‌خواستم بگم، وجود حضور در منطقه نیمه بیابانی. شما الان توی منطقه نیمه بیابانی، اولی هر خورشید آیا دارم ازش استفاده می‌کنم؟ نه، ولی آیا پتانسیلش وجود داره؟ چرا وجود داره؟ وجود داره. پس
امکانه سویچ به تولید در واقع انرژی خورشیدی چی؟ حالا من میخواستم به طور خاص خورشید نام ببرم دیگه، تجدید پذیر شاید باد هم اون اینام باشه، نمیدونم باد وضعیتش تو منطقه چجوری. اگه مثلا شما اگه تو فومن بودید توی اونجا بودید میگه آقا تو منطقه بادخیز ما حضور داریم یا همچی چیزایی انرژی خورشیدی. حالا بحث سرمایه‌گذاری اینام داره، من فقط خواستم با تو این کارگاه دستمون بیاد که در مورد چی باید بحث کنیم و تو کانتکست به چه چیزایی میتونیم بپرسیم. حالا اگه علاقه من باشید چون زمان ما خیلی اجازه نمیده خیلی بخوام بیشتر چی کنیم اینو کامل ترش کنید، فردا هم در واقع بیارید اگه علاقه من بودید یه بحثی هم اونجا خواهیم داشت. من اینو سیف میکنم توی گروه. بخوام نشتی ها رو کدوم قسمت باید گیره بجونه نشتی ها رو؟ آه زیر ساختا. نه منظورم شرحش چی باید بریم. خب بذار برسیم. آره فرسودگی سیستم رو نوشته بودم یا نه؟ آه همینجاست. یکی از پیامدهاش نشتی و افزایش با سیستم اون فرسوده نیست، نشتی رفتی به فرسودگی نداره. آها فرسودگی اینه حین کار به وجود میاد. نه وقتی فاصله ای ایجاد میکنه فرسودگی که نداره. این فرسودگی چی؟ من فکر کنم این سری من فکر کنم اون نگهداریه خوب انجام نمیشه، رفتی به فرسودگی نداره. خب نتیجه شده الان ما نشتی داریم دیگه، درسته؟ داریم. نشتی از تجهیزات که بازم بالا رفته مصرف انرژی دو جنس زیر ساختی هم هستش. ماهیت این سیستم ما من نمیشم نشتی از تجهیزات یا عایق کاری نامناسب یه همچی چیزی منجر به این میشه که اصرف میره باره. حالا اگه علاقه من بودی حتی بعد از دورم اینو مثلا تکمیل بکنی برای من بفرستی، من نظرم میدم روش، کامنت هم میدم. خب ببینیم داره ضبط می زبط نمی کنه.